آیا این دغدغه که شیوع کرونا دوباره از پاییز شروع میشه نگرانی درستیه؟ آیا کرونا رو میشه با تزریق دوز بالای ویتامین C درمون کرد؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس برای ما فرستاده بودید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه خونگی به سوالات شما جواب میدیم. مهمون امروز ما دکتر فرین کمانگر هستم، متخصص اپیدمیولوژی از دانشگاه ایالتی مورگان. خوش اومدید دکتر کمانگر. خیلی متشکرم خانم معتمدی، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان. شهریار پرسیده آیا گرما و تغییر فصل تاثیر توی نابودی ویروس کرونا داره؟ این چیزیست که هنوز دقیق نمیدونیم، ولی کاملا امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، یعنی گرما و رطوبت بالا بیماری رو از بین ببره. دلیل اینکه ما امیدوار هستیم اینه که این ویروس به خانواده کرونا ویروس ها تعلق داره که بیماری سرماخوردگی هم کرونا ویروس های دیگه ایجاد میکنن و ما میدونیم که سرماخوردگی در تابستون خیلی کم میشه، بنابراین بعید نیست با این هم کم میشه. چیز دیگه ای که در مورد این ویروس میدونیم اینه که این که به گرما و رطوبت بالا حساسه. ما این رو میدونیم که در رطوبت با در گرمای بالا این کم میشه، بنابراین ممکنه در تابستون کمتر بشه. و چیزی که خود من رو امیدوارتر میکنه اینه که الان وقتی من نگاه میکنم به مناطق حاره‌ای و به نیمکره جنوبی، گرچه بیماری درش هست ولی شیوعش از نیمکره شمالی خیلی کمتره. به عنوان مثال شما وقتی نگاه میکنید آمارهای استرالیا رو در مقابل اتریش، استرالیا شاید یک هفتم اتریش تعداد بیماراش نسبت به جمعیت باشه، یا فرض میکنید کشور مختلف آفریقایی رو نگاه میکنید هنوز خیلی زیاد نیست، یا توی برزیل گرچه بیماری هست ولی اصلا به اندازه نیمکره شمالی مثل ایتالیا و اینا نیست. بنابراین ما در این لحظه امیدوار هستیم، ولی باید ببینیم که تابستون بیاد و ببینیم، هنوز نریم. بانو سوال کرده در ایران نگرانی از اینه که موج دوم این بیماری در آبان ماه بیاد، آیا این نگرانی پایه علمی داره؟ پایه علمیش همون معبر میگه به سوال قبلی شما. خب اگه ما فرض کنیم که در تابستون که سرماخوردگی کم میشه در پاییز و نزدیک زمستون شروعش میره بالا، اگر این ویروس هم رفتارش مثل اون کرونا ویروس سرماخوردگی باشه، بله کاملا امکان داره و این چیزیست که خیلی در موردش نگران هستن. گلناز پرسیده در کشورهای پیشرفته الان از چه شیوه های درمانی استفاده میکنن از لحظه ورود فرد به بیمارستان تا وقتی که بیماری فرد رو به وخامت میره؟ متاسفانه برای این بیماری کرونا ویروس 2019 یا کووید 19 در هیچ کجای در دنیا درمان مشخصی که بگیم یه قرصی هست که این ویروس رو خوب میکنه، این بیماری رو خوب میکنه، وجود نداره. در جاهای پیشرفته دنیا هم وقتی که شخص تنگ نفس پیدا میکنه به بیمارستان میاد و درمان به اصطلاح درمان ساپورتیو هست، یعنی درمانی که بدن بیمار رو حمایت میکنن تا خودش این ویروس رو بعد از یک مدتی پاک بکنه. این درمان های حمایتی شامل اکسیژن با فشار بالاست یا سی پپ بهش میگن. اگر خیلی تنگ نفس بدتر بشه و پیشرفت بیشتری بکنه، یک لوله ای رو در داخل مجاری تنفسی میذارن و با یک دستگاهی از بیرون سعی میکنن تنفس رو کمک بکنن. در ضمن سعی میکنن اگر چیزهای دیگه پیش بیاد که بعضی از این بیماران میگیرن، مثلا ریتم قلبشون خراب بشه، آریتمی بگیرن، یا اینکه کلیهشون مشکل پیدا کنه، یا اینکه عفونت پیدا کنن، اونها رو سعی کنن کنترل بکنن. در ضمن در بسیاری از بیمارستان‌های تحقیقاتی الان دارن داروهای تحقیقاتی زیادی رو مثل رمدیزیویر و هیدروکسیکلورکوین و بقیه دارن آزمایش می‌کنن که ببینن آیا این خوب هستش یا نه. این در کشورهای پیشرفته انجام میشه، در ایران هم انجام میشه. الان من خدمتتون عرض می‌کنم طبق اطلاعاتی که من دارم حدود 700 تا مطالعه در ایران در انجام میشه، 70 تاش روی دارو هست و ایران جزو مطالعه بزرگ سالیداریتی هستش که از که با همکاری سازمان بهداشت جهانی انجام میشه. منیژه پرسیده این درسته که با تزریق دوز بالای ویتامین C این بیماری درمان میشه؟ در جواب خانم منیژه باید عرض کنم که خیر. ویتامین C با دوز بالا نمیتونه به طور کامل این بیماری درمان بکنه. منتها بعضیا پیشنهاد کردن که ویتامین C در با دوز بالا میتونه به همراهی بعضی داروهای دیگه ممکنه کمک کننده باشه. این هنوز معلوم نیست و در مطالعات تحقیقاتی در حال بررسیش هستن. روح الله پرسیده کسی که کرونا گرفته و در روزهای پنجم و ششم بیماری هست چه کار باید بکنه و چه زمانی باید به آمبولانس زنگ بزنه که به بیمارستان بره؟
روز پنجم و ششم با روزهای دیگه فرقی نداره. ما اگر در خونه هستیم و حالمون خوبه هیچ دلیل نداره بریم بیمارستان. اگر به جایی برسه که تنگ نفس داشته باشیم و احساس کنیم حالمون بده، اون زمان هستش که به اورژانس زنگ بزنیم که بریم بیمارستان. مریم پرسیده ما توی این مدت اصلا از خونه بیرون نرفتیم. آیا میتونیم خونه کسایی بریم که اونا هم مثل ما همش تو خونه بودن؟ یعنی با ماشین شخصی بریم مثل خونه مادر یا برادرمون؟ عرضم به حضورتون که اگر ایشون همش خونه بوده و با هیچ بیماری تماس نداشتن و خونه مادرشون هم با هیچ کی تماس نداشتن، خب خیلی بعیده که هیچ کدومشون مریض باشه و بتونه بیماری رو به اون یکی انتقال بده. البته خیلی بعیده منظورش معنیش این نیست که احتمالش صفره. یه وقتی یک بسته ای اومده خونه ما دست به بسته زده باشیم، ممکنه در مرحله قبل بیماری باشیم، گرچه احتمالش خیلی کمه. به طور کلی من توصیه نمی کنم، ولی اگه خیلی دیگه دلشون تنگ شده و میخوان همدیگه رو ببینن، من خواهشم اینه که با فاصله از همدیگه بشینن، به فاصله 2 متر 3 متر از همدیگه بشینن و از روبوسی و دست دادن اینا خودداری بکنن و حتی اگه میتونن ماسک بزنن اون هم بهتر. ممنون. یوسف از گرگان پرسیده چه تفاوتی بین ویروس کرونا با ویروس سارس یا ایبولا وجود داره که سارس و ایبولا به این میزان کشورهای مختلف و نفرات زیادی آلوده نکردن؟ سارس و ایبولا حتی از این بیماری کووید 19 خطرناکتر بودن، ولی چیزی که هستش اینه که اونها درشون بیماری از فردی به فرد دیگر منتقل نمی‌شد مگه اینکه فرد علائم بیماری رو داشت، و وقتی که فرد علائم بیماری داشت همه دور وای می‌سادن و این خودش باعث می‌شد که بیماری انتقال پیدا نکنه. در مورد این بیماری جدید فرقی هستش اینه که حدود 50% از انتقال‌ها توسط افرادی است که ای سیمپتوماتیک هستند، یعنی اصلا علائم ندارن، یا پری سیمپتوماتیک هستن، یعنی الان چند روز مونده به بیماریشون و چند روز دیگه تازه بیماریشون شروع میشه. خب وقتی شما نمیدونید که مریض هستید، طبیعتاً به بقیه میتونید بیماری رو انتقال بدید. پویا از اصفهان پرسیده آیا داروهای آنتی هیستامین برای آلرژی فصلی سیستم ایمنی را در مقابل کرونا ضعیف می‌کنند؟ مسکن‌های مثل ایبوپروفن و استامینوفن چطور؟ همه اینا مصرفشون اشکالی نداره. همه‌شون رو میشه مصرف کرد. داروهای آلرژی رو، اون چیزی که سازمان مبارزه با بیماری آمریکا میگه اینه که شما آلرژیتون رو همینطوری که قبلا مصرف میکردید مصرف کنید. استامینوفن قطعاً اشکالی نداره. ایبوپروفن رو یک مدت پیش یکی از مقامات فرانسوی گفتش که این خیلی خوب نیست، ولی اون مقام هیچ شواهدی برای حرفش نداشت و بقیه عکس بعدن تمام تقریبا جامعه علمی دنیا گفتن که در حال حاضر هیچ شواهدی وجود نداره که ایبوپروفن بد باشه. بنابراین به طور خلاصه همه رو در حال حاضر توصیه اینه که میتونید استفاده کنید. خیلی ممنون دکتر کمانگر. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس برای پیامگیر تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما بفرستید.